sharks. Oh, fuck it. I am tired of this bunch of stone cold people who rejoice at seeing us off. My name is Chloe Cerruti, and I'm the composer and creator of the new song cycle for acrobatic soprano called Truth in the Cage, which is based on the poetry collection of the same title by Manus prison survivor Muhammad Ali Maleki. و حقیقت در قفس حرف‌ها و درد و دل‌های سرکوب شده پناهندگان مانوس نارو هستش. In estrangement we were condemned 5 years ago in this cage. So many friends have lost their lives, I know. My turn is on its way. We've suffered so much pain in this life. یک سری زندانبان رو آورده بودن به نام آفیسه که بالا سر ما که محافظت از ما کنن و با بدترین رفتار، با بدترین شکنجه ها و با بدترین ظلمایی که اینا به ما کردن و اینها ما رو واقعا با کسایی که جرم کرده بودن با رفتاراشون یکی رفتار میکردن و من هیچ جای دنیا ندیده بودم پناهندهی که واقعا in a blocked atmosphere away from people at Donnybrook. All the gates are closed on us. Everybody is hopeless with broken hearts. به کشور استرالیا و از دولت استرالیا درخواست کمک کرده و دولت استرالیا ماها رو فرستاد به کمپ‌های آفشور و با بدترین و شدیدترین رفتارهایی که اینها با ما کردن همه ما رو مریض کردن کجای دنیا دیدید؟ که پناهنده ها رو بزنن؟ کجای دنیا دیدید که پناهنده رو شکنجه کنن؟ کجای دنیا دیدید که شلیک کنن به سمت پناهنده؟ کجای دنیا دیدید که با چوب، با توم، با لگد، مش به جون پناهنده ها می افتن؟ و این یه چیز باور نکردنی و این چیزی که من دارم الان عنوان می کنم این خبراش تو همه جای دنیا به قول معروف پیچیده شد و همه فهمیدن که دولت استرالیا چه بدرفتاری میکرد و اینها باعث شدن خیلی قربانی بگیرم و من دوستان عزیزم و خیلی تو مانوس آیلند از دست و ما میگیم چرا بسته شد کمپ های مانوس آیلند. درسته کمپ بسته شد ولی هنوز دوستای من هستن که تو کشور پاپوینگینه هستن. کمپ مانوس درسته بسته شد، هنوز ما تو بلا تکلیفی هستیم. بازداشتگاه مانوس بسته شد،
ولی ما رو آوردن به یه بازداشتگاه بزرگ، جایی که هنوز تکلیفم روشن نیست، جایی که هنوز من به آینده هیچ امیدی ندارم. جلوم همش سرابه، جلوم همش سرابه، چون چرا؟ تکلیفم روشن نیست. و اینها دلشون با حال ما نسوخت که کمپ مانوس بستن. اینها یه قراردادی داشتن که خودشون با دولت آمریکا، و به خاطر همون کمپ مانوس بسته شد. وگرنه اینها دلشون با حال ما نمیسوخت و نسوخت و نخواهد هم سوخت، چون چرا؟ هنوز تکلیف ما روشن نشده، هنوز بچه های ما تو پاپیه نگینه هستن. این برای من واقعا رنجه، واقعا عذابه، چون من امروز باید بتونم همدردم رو درک کنم. امروز احساس اون احساس منه، امروز غم اون غم منه، و اگر من نتونم کاملا اونو احساس کنم، خودمو میگم بوی از انسانیت نبردم. I believe that if no international body is going to hold the Australian government responsible for the way Mohammed and his fellow inmates were treated, then I believe the responsibility lies with the arts, with us. Sleeping angel.